خوشبختانه حالا ما ارتباطمون وصله و بازم یه پیام پایین هست که نمیدونم اون اول وصل شده بودم. این پیامی که این پایین هست هنگ باز نوشته متاسفانه پسورد رو عوض میکنین هر دفعه و این به تعداد اعداد 1, 2, 3, 4 این دفعه 5 بوده و من اطلاع نداشتم. آها خیلی خوب. راجب یه کمی دیر شد، عذر میخوام ازتون. راجب راهکارهای مقابله با کرونا دلتا و راههای پیشگیری میخوایم صحبت بکنیم و آقای دکتر نیک پژو هم که یکی از اساتید محترم هستند و متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی مرکز قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی هم انشاءالله به جمع ما میپیوندن. دلتا کرونا توی این روزها متاسفانه دوستان خیلی هم قربانی گرفته و هم این که متاسفانه باعث شده که تعداد زیادی از افراد دچار مشکلاتی بشن و بیمارستان ها شلوغ بشن. که یکمی با رعایت نکات ایمنی بیشتر بتونیم به این مسئله و موج پنجم هم خاتمه بدیم، چرا که موج پنجم هم بسیار خطرناکه. آقای دکتر نیک پژو خدمتتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آردابی، صبح شما هم بخیر. من در خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما هستم. ممنونم آقای دکتر، ببخشید که مقداری با اختلال و با تاخیر ما شروع کردیم. راجع به کارهای پیشگیری و مقابله با کرونا میخوایم صحبت بکنیم، دلتا کرونا که یک مقدار که شاید بگیم بیشتر خطرناکتر از کرونای معمولی هست و باعث شده که ما به موج پنجم وارد بشیم. و امروز اتفاقا در یک برنامه رادیویی من از دوستان و شنوندگانمون پرسیدم که اگر رعایت نکنیم آیا به نظرتون ما به موجهای بعدی هم میریم، و جالب این بود که مردم جواب دادن بله ممکنه تا موج هفتم و هشتم هم بریم، که البته امیدوارم واقعا تحقق پیدا نکنه. یه مقدار راجع به خاستگاه این کرونا بفرمایید و اینکه راه‌های انتقالش چی هست، علائمش چیه، تا دیگر سوالات رو هم مطرح کنیم. بله، من ابتدا با یاد و نام خدا صحبتم رو شروع می کنم و می خوام همه شنوندگان و بینندگان محترم شما در نظر داشته باشن که درسته ویروسی که جهش یافته به اسم کرونای دلتا یا دلتا پلاس ممکنه که شیوع بیشتری پیدا بکنه، عفونت‌زایی بیشتری داشته باشه، یعنی یک نفر بتونه که افراد زیادتری رو مبتلا بکنه. بله. علائم بالینی یکم متفاوت‌تر، شبیه سرماخوردگی هست بیشتر، یعنی آبریزش از بینی میده، گلو درد میده و حالا سایر علائم کرونا رو هم میتونه داشته باشه. ولی با این حال نباید یک نگرانی وسیع عمومی ایجاد بکنه. یعنی نباید بیشتر از اون چیزی که بالاخره تا حالا نگرانی ایجاد کرده ایجاد بکنه. بالاخره ما حدوداً بیش از 1.5 ساله که درگیر این بیماری کووید 19 ناشی از کرونا ویروس هستیم و جهش های مختلفی رو هم تا حالا داشتیم در کشور، و ممکن هم هست که حتی جهشی در ایران اتفاق افتاده باشه که اگر کشف میشد اسمش مثلا میشد کرونای ایرانی به عنوان مثال، شاید همون خیلی مثلا خطرناکتر بود و ما تجربهش رو کردیم و تقریبا تمومش هم کردیم. باید. موضوع اینه که یه قسمت قضیه مربوط به مردم هست، من، شما، دوستان عزیزمون در شهرداری به عنوان یک فرد، به عنوان عضوی از جامعه که بالاخره باید یه سری مراقبت‌های فردی رو انجام بدهیم. بله. همون مراقبت‌هایی که برای سایر جهش‌ها داشتیم همونا هستن، یعنی اصلا چیزی عوض نشده. یعنی استفاده از ماسک سالم استاندارد و استفاده صحیح از اون، بهداشت دست و رعایت بهداشت دست، رعایت فاصله 2 متری، کمتر حاضر شدن در اجتماعات، لغو جلسات، کمتر خارج شدن از خانه و کمتر استفاده کردن از وسایل نقلیه عمومی. اصولا من از 1.5 سال گذشته تا حالا از هیچ وسیله نقلیه عمومی تقریبا
استفاده نکردم خودم. بله چنین کارهایی رو باید انجام بدیم. یه سری هم وظایف حاکمیتیه که همون تأمین واکسن صحیح، درست، استاندارد و تجویز سریع و با حجم زیاد به مردم هست، که اون قسمت رو هم که بالاخره ما مطالبه داریم از سیستم بالاخره وزارت بهداشت و سایر نهادهایی که در این زمینه درگیر هستن. یه سری آقا بالاخره بله دکتر، بفرمایید. خیلی مهم اینجا وجود داره. من از صحبت‌های شما این استنباط رو کردم که گرچه که بیماری کووید 19 و کرونا با جهش‌های مختلف، حالا چه کرونای معمولی، چه انگلیسی و چه دلتا کرونا، کرونای هندی، بسیار خطرناکن، اما در کنار این بسیار خطرناک بودن، راهکارهای مبتلا نشدنش بسیار آسانه. یعنی اینکه دقیقا درست میفرمایید، راهکارهای مبتلا نشدن آسان هست، بله. ولی دیگه برای 1 ماه، برای 2 ماه، برای 3 ماه، برای 4 ماه، دیگه وقتی که 1.5 سال طول بکشه، 1 سال و 7 ماه طول بکشه، ما دیگه کم کم مردم احساس خستگی میکنن، البته خسته میشن. متوجه چی میگم؟ یعنی قرار باشه که چندین سال چنین حالتی باشه، مردم چون خسته میشن ممکنه که یک زمانی دست از اون مراقبت های پیشگیرانه فردی بکشن یا اهمیت کمتری بدن یا به یک چیز عادی تبدیل بشه. الان دیگه تقریبا مرگ روزانه 100 نفر عادی شده، ما وقتی میرسه به 300 نفر یکمی نگران میشیم، میگیم گویا اتفاقی افتاده. ولی اگر یادتون باشه 1 سال و 7-8 ماه پیش بحث سر این بود که آیا در قم 1 مریض وجود دارد یا 12 تا مریض. اگه خاطرتون باشه آقای هریچی میگفت نه اگه مثلا 12 تا باشه من استعفا میدم، در حالی که خیلی بیشتر از اونم شد و استعفای نام ندادن. خب بنابراین به این نتیجه میرسیم که بعضی وقتا دیگه واقعا زمانه که خیلی خیلی مهمه. بنابراین اگر ما در زمان مناسب اقدام مناسب رو انجام ندیم، در حقیقت ضرر خیلی زیادی رو هم به مردم و هم به اقتصاد و هم به سیستم جامعه وارد می‌کنیم. الان مهمترین انتظاری که بالاخره من به عنوان یک فرد ایرانی، شما به عنوان یک فرد ایرانی دارین، اینه که بالاخره حتی در مقایسه با کشورهای همجوار میزان واکسیناسیون ما بسیار بسیار پایینه. بله. و نتیجه بالاخره مهمه. این که نمیدونم هر روز 2 واکسنی رو رونمایی بکنن، 5 تا واکسن ما تا حالا رونمایی کردیم، ولی میزان واکسیناسیون حتی به 5% مثلا نرسیده، میزان واکسیناسیونی که برای 2 دوز کامل انجام شده باشه، این دیگه کم 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 ممکنه ما زمان رو از دست بدیم و به ازای هر 1 ماهی که زمان رو از دست بدیم ممکنه میلیاردها دلار هزینه اقتصادی داشته باشیم، در حالی که کل این واکسیناسیون با حداکثر 2 میلیارد دلار تموم میشه. بله. در حالی که الان واکسیناسیون هم زمان رو از دست دادیم آقای دکتر نیک فجو، بله حدودا 5-6 ماه عقب هست. ضمن ارادت به شما و صحبت‌های ارزشمندتون، با اینکه می‌دونم یکی از پزشکان حاذقی هستین که از ابتدای کرونا با تمام رسانه‌ها در ارتباط بودید و واقعا خیلی خیلی خالصانه همکاری کردین، میخوام این نکته رو عرض کنم که آقای دکتر اگر ما 70% الان ما به 5% هم طبق فرمایش شما و آمارها نرسیدیم، اگه ما 70% جمعیت جامعهمون هم واکسینه بشن، باز هم رعایت نکات بهداشتی الزامیه، ولی خب حالا میتونه یه بله کاملا درست میفرمان. یعنی منی که الان 2 دوز واکسنم رو زدم، اسفند ماه دوز اول رو زدم، فروردین دوز دوم رو زدم، واکسن روسی هم زدم، من از همون موقع هم همزمان ماسک رو کامل میزنم، همزمان بهداشت دستم رو رعایت میکنم، فاصلم رو رعایت میکنم. بله. از هیچ وسیله نقلیه عمومی استفاده نمیکنم، کمتر تو اجتماعات ظاهر میشم، همه این کارها رو میکنم. این تا زمانی انجام خواهد شد که صدا و سیما به تبعیت از وزارت بهداشت اعلام بکنه که دیگه ما میتونیم ماسک نزنیم، ما میتونیم به شرایط عادی برگردیم.
پس تا حتی اون زمان همین فوتبال های یورو 2020 رو هم که ما میدیدیم که تماشاچی ها بدون ماسک در کنار هم قرار گرفته بودن، الان دوباره یک موج دیگه ای در اروپا درست افزایش میفرمایید، پیدا بله کرده. بله اینو درست میفرمایید. البته ما این فوتبال رو که میبینیم، مثلا همین فینالش رو دیدیم، بالاخره دو تا برداشت میتونیم از روش داشته باشیم. یه بله برداشت اینه که بالاخره اونا واکسیناسیون رو به حدی رسوندن که سیاست مداراشون به نوعی مجاب شدن که میتونن چنین فینالی رو برگزار بکنن، 70,000 نفر در ورزشگاه باشن. این از یه طرف بالاخره یک روحیه جمعی به انسان ها میده. حالا ما سوای این که بگیم اروپا هست، ما بالاخره خوشحالیم که نوع انسان تونست واکسن رو فراهم بکنه، نوع بشر تونست واکسن رو در اختیار بالاخره انسان ها بگذاره و بتونیم چنین فینالی رو شاهد بشیم. ولی از یک طرف دیگه، گفتی شما کاملا صحیحه، حتی چنین تجمعی در کشوری که میزان واکسیناسیون بسیار زیادی داشته، من فکر میکنم و تقریبا مطمئن هستم که بالاخره باعث خواهد شد که افزایشی در میزان ابتلا ما داشته باشیم. ولی خب از یه طرف هم میگم اون بار مثبت قضیه خیلی خیلی بیشتره، یعنی ما به امید اون هستیم که توی کشور ما هم مثلا 6 ماه بعد به یه چنین حالتی برسیم که بتونیم ورزشگاه آزادی رو مثلا با 50,000 نفر جمعیت مثلا یه بازی فوتبال داشته باشیم. این نشان موفقیت انسانه. هرچند که بله، کاملا گفته شما هم صحیح هست، ممکن هست که همین مسابقه فینال باعث شده باشه که بیماری گسترش پیدا بکنه. یه مشکل دیگه هم که این ویروس داره اینه که متاسفانه اگر که من به عنوان یک شهروند، شما به عنوان یک پزشک یا شهروند رعایت کنید، رعایت نکردن دیگران هم به ما ضرر میرسونه. یه وقت هست مثلا من در رانندگی تند میرم، شما میگین که نه من آهسته میرم. خب من تند میرم ولی میتونم به ماشین شما و شما هم آسیب بزنم. این مشکل داره. الان خانم ندا جلالی نوشتن متاسفیم که واقعا بعضی ها رعایت نمی کنن. ضمن این که من امروز ساعت 8 در اخبار شبکه سراسری رادیو شنیدم که خوشبختانه به همه تهرانی ها تبریک میگم، تهرانی ها در استفاده از ماسک رتبه اول کشور رو به دست آوردن و حدود 76 تا 77% تهرانی ها از ماسک استفاده میکنن. کاملا درست میفرمایید. بالاخره این یک بیماری عفونی هست. بیماری عفونی هم عفونی هست هم مصری هست. خب بعضی از بیماری های عفونی هستن که به این شدت چون از راه تنفسی انتقال پیدا نمی کنند، خب بالاخره خطر کمتر هست. ولی این بیماری چون خیلی به راحتی از راه تنفسی منتقل میشه، بنابراین یک ضوابط خاصی هم داره. اینطوری نیست که هر کسی بتونه آزادانه مثلا بخواد که مثلا پروتکل ها رو رعایت کنه. ممکن هست که بله، برخورد هایی هم لازم باشه که انجام بشه. ولی کاملا درست میفرمایین، چون بالاخره این یک بیماری مصری هست، عفونی هست، همه ما باید به شکل متحد، حتی نه مردم یک کشور، نه یک مردم یک شهر، بلکه کل دنیا، تا نتونن این بیماری رو یک واکسیناسیون خوب انجام بدن، یک راه های پیشگیرانه فردی مناسبی رو اتخاذ نکنن، این پاندمی فروکش نخواهد کرد. یعنی اگر مثلا حتی انگلیس، آمریکا یا چین کل کشورش رو واکسینه بکنه، ولی مثلا در همسایگیشون کشورهای دیگه ای هنوز آسیب پذیر باشن، متاسفانه ممکنه که هر زمانی جهشی اتفاق بیفته و اون کشورهایی که واکسیناسیون رو حتی کامل انجام دادن آسیب برسونه. بنابراین یک بیماری همگانی جهانی هست و باید هممون دست به دست هم بدیم که با کمترین آسیب از این اپیدمی و پاندمی گذر بکنیم. کاملا گفته شما صحیح. خواهش میکنم آقای دکتر، حالا درباره دلتا کرونا ما خبرهای متفاوتی میشنویم. ما به عنوان یک فرد عادی جامعه نمیتونیم تشخیص بدیم که کدام خبر درسته کدومش اشتباهه. شما به عنوان پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه به ما بگین که در مورد دلتا کرونا این جمله درسته،
قدرت سرایت بیشتری داره دلتا کرونا، اما قابل کنترل تر از کروناهای قبلی هست، مثل کرونای اولیه و اون کرونای انگلیسی. درسته این جمله؟ والا من قسمت اولش رو بله خودم هم شنیدم که قدرت سرایت بیشتری داره، یک فرد میتونه افراد بیشتری رو مبتلا بکنه، سریعتر مبتلا بکنه، یک فرد دوره کمون یا دوره نهان بیماری کوتاه‌تری داره، ولی این قسمت دومش که قابل کنترل تر هست رو من دقیقا کامل نشنیدم، نمیتونم بگم. ولی اصلا این جزئیات هم واقعا خانم آدابی خیلی خیلی به نظر من مهم نیست. یعنی ما باید توجه بکنیم که کلا با یک بیماری مواجه هستیم، خب خیلی تفاوت زیادی پیدا نکرده با اون حالت اولیش. همچنان یه کارهایی رو ما باید انجام بدیم و یه کارهایی رو هم حکومت و دولت باید انجام بده و باید نگرانی فکری اضافه تری برای خودمون ایجاد بکنیم. اگر قبلا ماسک میزدیم همچنان باید ماسک بزنیم، اگر نمیزدیم حتما باید بزنیم، ماسکای استاندارد تری استفاده بکنیم، دستامون رو تمیز نگه داریم، اجتماع کمتر ظاهر بشیم. این وارد جزئیات شدن ممکنه که بیشتر استراب ایجاد کنه، استرس ایجاد کنه. ما در نظر داشته باشیم که حتی اگر واکسن بزنیم هم همین مراقبت‌های فردی رو باید ادامه بدیم تا زمانی که به شکل رسمی اعلام بشه که بله شما میتونین که مثلا تا این حد رعایت این پروتکل‌های پیشگیرانه رو کاهش بدیم. به نظر من خیلی لازم نیست که ما مثلا ما از کرونای دلتا فقط اینو باید بدونیم، یعنی یکی دو جمله بیشتر نیست، فقط بدونیم که بله علائمش ممکنه بیشتر شبیه سرماخوردگی باشه، بنابراین هر نوع سرماخوردگی رو هم مراجعه بکنیم به سیستم بهداشتی درمانی، جدیش بگیریم، از این جهت جدی بگیریم که در ما به حالت سرماخوردگی ایجاد میشه، ولی ممکنه در مادر ما، پدر ما، یه فردی که بالاخره بیماری زمینه ای داره ممکنه که توی اون شدیدتر باشه. این در همه کرونا هم بود، از اولش هم دقیقا چنین نکته بود. بنابراین اگر ما توجه بکنیم که آبریزش از بینی، گلو درد یا هر علامت دیگه که تا حالا راجع به کرونا ذکر شده رو داشتیم، حتما به سیستم بهداشتی درمانی مراجعه داشته باشیم و اون قرنطینه اگر لازم باشه رو رعایت بکنیم. اگر دارویی سیستم بهداشتی درمانی برای من تجویز کرد حتما استفاده بکنیم، ولی بهترین کار همچنان اینه که چون دارویی وجود نداره، داروی درمانگر اصلی و 100% درمان کننده، بنابراین بهتره که این بیماری رو نگیریم، چون واقعا بالاخره ما میبینیم که روزی نزدیک به 100 نفر 200 نفر هموطن رو ما از دست میدیم متاسفانه. آقای دکتر اگر مریض بیماری کرونا بگیره و علائم ریوی نداشته باشه، برای پیشگیری از شلوغ شدن بیمارستان ها و در حقیقت مراکز درمانی بهتره تو خونه استراحت کنه، اینو شما چه دستور؟ ببینید این دیگه با تشخیص سیستم پزشکی هست. خب بله. سیستم پزشکی با توجه به وضعیتی که داره ممکنه هر زمانی پروتکل ها رو تغییر بده. مثلا به یاد داشته باشیم که یک زمانی که مثلا آی سی یو تخت خالی داره، خب ممکنه که با بیماران کمتر شدید رو هم پذیرش بکنه، ولی وقتی در پیکا بالاخره ما تخت به میزان کافی، امکانات به میزان کافی نداریم، ممکنه که اون معیارهای پذیرش رو تغییر بدن و بستری در منزل رو تجویز بکنن. البته بستری در منزل هم حتما باید با اون قرنطینه با همه اون ضوابط باشه و حتما اون علایم هشدار دهنده رو هم اطلاع داده باشن که اگر لازم شد مراجعه داشته باشیم که مجدد مراکز درمانی مراجعه کنن. ولی اگر مراکز درمانی و پزشکان تشخیص دادن که علائم ریوی وجود نداره و مشکل حاد نیست، در خانه استراحت کنن. اصولا همیشه همینطور بوده، یعنی اینکه بستری بشه یا نه با پزشک معالجه، ولی حتی بهتر اینه که ما مراجعه زیاد نداشته باشیم، همیشه سعی کنیم یک
اول از اینترنت و تلفن استفاده بکنیم. بله بذار پیداش یه سامانه ای داره و وبگاهی داره به اسم سلامت نقطه جی او وی نقطه آی آر. اونجا میری شما علائمت رو مثلا مشخص میکنی. من خودم چندین بار هم برای تست هم برای اینکه یکی دو بار خودم احساس کرده بودم علائمی دارم اینا رو پر کردم. خوشبختانه زنگ زدم به من دوباره حالم رو پرسیدن و گفتن که یه اسمس هم اومد که اگر مثلا این علائم رو داشتی میتونی به این شماره زنگ بزنی. شماره نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت بود به خونمون، به اون آدرسی که من ارائه کرده بودم. دیگه البته به اونجا هم نکشید و خوشبختانه من تستم دادم و مشکلی نبود. منظورم اینه که معمولا در همه کشورها سعی میکنن که از راه دور اطلاعات اولیه رو در اختیار مردم بگذارن، مثلا اینکه کجا مراجعه بکن، چون یه فرد از خونه خارج بشه و ندونه که کجا میره یا با بدون وقت قبلی بره، خب معمولا ممکنه آلوده کننده تر باشه، به خصوص اگر بخواد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه. بنابراین همه ما با کوچکترین علائمی مثبت دال بر اینکه ممکنه کووید 19 ناشی از کرونا رو گرفته باشیم، باید بر اساس وجدان خودمون در نظر داشته باشیم که ممکنه این بیماری رو واقعا گرفتیم و مواظب باشیم که به دیگران منتقل نکنیم. بنابراین حتی به پزشک رفتن، حتی به بیمارستان رفتن، حتی به مرکز بهداشتی درمانی رفتن هم این مهم رو باید در نظر داشته باشیم که خدایی نکرده یک فرد دیگه ای رو مبتلا نکنیم، چون اون فرد دیگه ممکنه خودش جوون باشه ولی ممکنه پدرش رو بره منتقل بکنه و ما ناخواسته به شکل عامل دست دوم، دست سوم، دست چهارم در مرگ خیلی از افرادی سهیم باشیم بدون اینکه اصلا متوجه باشیم. بنابراین این بسیار بسیار مهمه که سعی بکنیم از سیستم تلفنی، اون تلفن هایی که وزارت بهداشت درمان در اختیار ما گذاشته و وبسایت وزارت بهداشت استفاده بکنیم که قبل از مراجعه تقریبا بدونیم که کجا باید بریم و به چه شکلی باید مراجعه بکنیم. بسیار خوب. دوستان ما که الان در شهرداری منطقه 15 همراه ما هستن و صحبت های شما رو میشنون، سوالاتی هم داشتن. آقای دکتری سوالات رو مطرح کنم با توجه به اینکه ما تا ساعت 11 فرصت داریم، خواهش میکنم که خیلی سریع پاسخ بدین. یکی از دوستان نوشته که چرا بعضی از سالمندانی که واکسن تزریق کردن حالت بیحالی دارن؟ آیا این بیحالیشون با تزریق واکسن مرتبط هست؟ ببینیم، من خودم هم واکسن زدم، روز بعدش دچار تب شدم، دچار درد عضلانی بدن شدم، واقعا یه حالت سرماخوردگی نسبتا شدید رو تجربه کردم. بله. ولی بیشتر از 24 ساعت طول نکشید و خوشبختانه با خوردن چند تا قرص استامینوفن با فاصله هر 6 ساعت تقریبا علائم رفع شد. بله، واکسن ممکنه عارضه داشته باشه، اینا جزء عوارض هستند، ولی این عوارض کشنده نیستن، این عوارض معمولا طولانی مدت نیستن. بنابراین ما وقتی که انتخاب میخواییم بکنیم که آیا واکسن بزنیم یا بیماری رو بگیریم، خب منطقی هست که ما واکسن رو بزنیم. بله. و عوارض واکسن رو تحمل کنیم تا اینکه خدای نکرده بیماری رو بگیریم و عوارض بیماری رو تجربه بکنیم. عوارض واکسن شاید هزاران برابر کمتر از عوارض بیماریه، کشندگی واکسن هزاران هزار برابر کمتر از کشندگی خود بیماری هست. بسیار خوب. در مورد بچه ها هم دوستان سوال کردن، گفتن آیا کرونا بیشتر بچه ها رو درگیر میکنه؟ چیزی متفاوتی ما در سایت ها و جاهای مختلف میبینیم؟ ببینین، درسته میگن که مثلا این دلتا در افراد نوجوان جوان بیشتر ما میبینیم، بیشتر هستن، بیشتر متقابل، ولی گفتم باز ما نباید نگران باشیم، فقط این چیز اصل کلی رو در نظر داشته باشیم که در همه انواع کرونا باز کودکان ممکنه این بیماری رو بگیرن، باز ممکنه بستری بشن و باز ممکنه خدای نکرده بمیرن، ولی درصدها فرق میکنه دیگه. همیشه افراد سالمند و دارای بیماری زمینه ای بیشتر در معرض خطر هستند و البته این به این معنی نیست که اگر افراد سالمند این بیماری رو گرفتن حتما خواهند بود. نه خیر،
خیلی از افراد به خوبی بیماری رو تحمل میکنن و زنده میمانند و ممکنه یک فرد جوان سالم، یک ورزشکار حرفه‌ای این بیماری رو بگیره و متاسفانه جانش رو از دست بده. بنابراین در حالت کلی ما در نظر داشته باشیم هر فردی ممکنه این بیماری رو بگیره. در نوع دلتا میگن که بله جوانها هم بیشتر گرفتن. آقای دکتر، یه خبر دیگه که باز ما در سایت های مختلف میبینیم و میخوایم صحت و سقمش رو از شما بپرسیم اینه که گفته میشه ویروس دلتا یه ویروس واکسن گریزه و خیلی ها برای زدن واکسن مقاومت میکنن، مثلا نوبتشون شده، مثلا به پدر بزرگم میگم بیا بریم واکسن بزنیم، میگه ای بابا واکسن که روی دل کرونا تاثیر نداره، مخصوصا این کرونای جدید که اومده اصلا واکسن روش تاثیری نداره. یعنی یک سری مقاومتی به این دلیل هست. نه نه، به نظر من واکسن یک کالای استراتژیک هست، واکسن یک کالای گرانبهاست. گرانبها یعنی اینکه زی قیمته، نه اینکه مثلا بگیم 10 دلار، 20 دلار، 50 دلاره. واکسن میتونه معادل جان ما ارزش داشته باشه. بنابراین توصیه من اینه که حتما همه افرادی که واکسن رو میتونن بزنن بزنن. متوجه این چی میگم؟ حالا فرض بکنیم که اثر نداشته باشه. خب نداشته باشه، متوجه این چی میگم؟ اصلا مهم روی دلتا اثر نداشته باشه، خب روی اون یکی سوشا که اثر داره، قرار اون یکی سوشا که همچنان هستن. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم چون این اومده اون نیست. تازه خیلی از بررسی‌ها که انجام شده نشون میده که با کم و بیش روی این سویه دلتا هم اثر میکنند واکسن ها. ولی اینکه کدوم واکسن خیلی اثر میکنه کدوم کمتر میکنه، این نیاز به بررسی‌های علمی داره. ولی در کل من مطمئن هستم، اصلا شک ندارم که با درجاتی حتما از این سویه دلتا هم پیشگیری میکنه. بله. البته واکسن های مختلف متفاوت هستند، ولی توصیه علمی، توصیه درستی که به هیچ وجه به هیچ وجه به این اخباری که از مجاری نادرست به دست هممیهنان ما میرسند توجه نکنند و به اخبار رسمی توسط پزشکانی که اونها رو واقعا میشناسند و به اونها باور دارند یا منابعی که واقعا اونا رو میشناسن توجه بکنم. به نظر من زدن واکسن و اولین واکسن در دسترس که مجوزهای لازم علمی رو داشته باشه همچنان بهترین و درستترین توصیه است. بله. مادران در دوران شیردهی میتونن واکسن بزنن آقای دکتر؟ والا اینم ببینین، اصولا میدونین که همه اینها باید بررسی شده باشه. بله. معمولا اولین واکسن هایی که بیرون اومدن مثلا میبینین که بزرگسالان رو تجویز کردن. چرا؟ چون بررسی رو روی بزرگسالان انجام دادن. اون چیزی که ما به اسم کارآزمایی بالینی میگیم، کارآزمایی بالینی رو چون بین مثلا 18 تا 65 سال انجام داده بودن، گفتن که آقا ما اینا رو بررسی کردیم، دیدیم که واکسن در اینا مؤثر هست و ایمن هست. بله. و اینا رو شروع کردن به زدن. بعدم مثلا واکسن فایزر رو اومدن روی زنان باردار آزمایش کردن، دیدن که مثلا واکسن فایزر هم توی اینها هم ایمنی ایجاد میکنه و هم مثلا ضرر خاصی رو ایجاد نمیکنه، در اون حدی هست که ما بتونیم. بعد اجازه دادن این زده بشه. در خانم های شیرده هم همینطوری هست. متوجه این چی میگم؟ مونده به اون واکسنی که آزمایش شده، کارآزمایی بالینی شده روی افراد داوطلب و بعدم به این نتیجه رسیدن که بله ضرر خاصی نداره، ایمنی لازم رو ایجاد میکنه، بعد اجازه میدن. یا بعدم مثلا میان روی زیر 18 سال بررسی میکنن، مثلا فایزر اینا رو آوردن روی زیر 18 سال انجام دادن و گفتن میشه زد. یا توی چین سینوفارم سینوواک رو مثل این که باز روی افراد زیر 18 سال تا 12 سال دارن انجام میدن که به اون هم مجوز بدن. پس هر واکسنی خودش میگه که آیا این رو میته روی زنان شیرده زد یا نزد، روی زنان باردار زد یا نزد. تا جایی که من اطلاع دارم برخی از واکسن ها این مجوز ها رو دادن. بله. ولی برخی گویا ندادن. آقای دکتر، پس ما برای دلتا کرونا حواسمون به سه تا علامت مهم باشه، یکی آبریزش از بینی، یکی تب و یکی هم گلو درد.
این گلو درد هم گلو درد و البته همه اون علائم قبلی که گفتیم، نم بدن درد، نمیدونم اسهال، حالت استفراغ، نمیدونم همه اون چیزایی که تا حالا راجع به کرونا شنیدیم، به همه اینا ما باید توجه داشته باشیم. کوچکترین علامتی که داشتیم هیچ ضرر نداره، سریع وارد وبسایت وزارت بهداشت میشیم، علائممون رو ثبت میکنیم یا وارد سامان تلفنی میشیم، زنگ میزنیم یا به پزشک خانواده یا پزشک یا به اون مرکز بهداشت درمانی که بالاخره در اون معمولا مراجعه میکنیم، بالاخره یه تماس تلفنی میگیریم و بعد ببینیم که چه کاری باید انجام بدیم، رو اون رو انجام باید بدیم. بسیار خوب. حالتهای گوارشی چی آقای دکتر؟ مثلا مثل کولیت، گوارشی، مشکلات گوارشی دیگه، یه حالت حتی اسالینا هم باشه، اینها هم حائز اهمیت هستن و ما حتما باید مراجعه بکنیم و این پزشک هست که در نهایت برای ما اگر لازم باشه یک اقدام تشخیصی رو درخواست خواهد کرد و اگر لازم باشه یک اقدام درمانی رو انجام خواهد داد. ما همیشه در همه برنامه ها و در همه سمینارها و وبینارها به مردم خوب و فهیممون توصیه میکنیم که از خود درمانی بپرهیزن، به خصوص در دوران همگیری کرونا این مسئله رو بارها و بارها بیشتر تکرار کردیم. حالا در مورد کرونا اگر که مثلا فردی بره آزمایش بده، مثلا حالش هم زیاد بد نیست، ولی گفته که خب حالا یه چکاپ ماهیانه و سالیانه انجام بدم، وقتی اون چکاپ انجام میده و حالا مقداری هم اطلاعات داره، آنزیم های کبدی خودش SGOT SGPT رو نگاه میکنه و میبینه این آنزیم های کبدی بالا هستن، آیا واقعا این علائم میتونن دلیلی باشن بر داشتن کرونا؟ چون مثلا خیلی از دوستان برای ما پیامک میدن یا مثلا توی همین دوستانی که الان در شهرداری هستن برای ما نوشتن که من آنزیم های کبدیم بالاست، احساس میکنم مبتلا به کرونا شدم. نه ببین، مثلا شاید شایع ترین دلایل مثلا افزایش آنزیم های کبدی علت های دیگه باشه، کبد چربی باشه یا هر چیز دیگه. بله. متوجه این بله معیارها هست، مثلا لنفوپنی کمتر از 1100، یعنی میزان لنفوسیت ها رو به اون درصدش ضرب میکنیم، اگر زیر مثلا 1000 باشه ما این رو به عنوان معیاری که نه فقط نشون بده کرونا داری دیگه شاید داشته باشی، اینا رو میتونیم استفاده بکنیم، ولی همیشه تشخیص با پزشک معالج هست و به هیچ وجه، اولا که اصلا لازم نیست خودشون آزمایش بگیرند به هیچ وجه، آزمایش هایی لازم هست رو پزشک براشون باید بنویسه، چون گرفتن زیاد آزمایش هم به دلیل نتایج مثبت کاذب و منفی کاذبی که برای ما میده ممکنه هم باعث اعتماد بیش از اندازه ما به خودمون باشه که یه از یک طرف آسیب زاست، یا موجب استرس و اضطراب بشه که از یه طرف دیگه آسیب زاست. بنابراین اینطوری نیست که ما حق داشته باشیم که هر ماه یک بار، هر سه ماه یک بار مثلا برای چکاپ بخوایم یه سری آزمایش انجام بدیم. چکاپ هم باید به شکل علمی انجام بشه، برای سنهای مختلف، برای جنسهای مختلف چکاپ های مختلفی داریم و چکاپ صرفا با آزمایش خون نیست، ممکنه که مثلا چکاپ سرطان روده بزرگ باشه که آزمایش مطبوع هست یا با کولونوسکوپی روده بزرگ است. بنابراین ما سطح چکاپ رو به یک سری آزمایش خون که اون رو هم خودمون تشخیص میدیم که چه چیزهایی رو انجام بدیم یا ندیم نباید تقلیل داد. بسیار خوب آقای دکتر، حالا یه نکته دیگه هم هست، افرادی که دچار کرونا شدن متاسفانه حس بویایی و چشایی خودشون رو از دست دادن. خیلی از دوستان برامون پیام دادن گفتن که بعد از چه مدتی برمیگرده. یه سوالی دیگه هم داشتن، گفتن آیا از دست دادن حس بویایی و چشایی در ابتلا به دلتا، یعنی اونایی که مبتلا به دلتا کرونا میشن، این حسشون بیشتره یا اینکه نه فرقی نمیکنه؟ ببین اینکه آیا در سویه دلتا بیشتر از مثلا سویه آلفا اینا باشه، من واقعا اطلاعی ندارم، ولی مهم نیست اصلا. ببینین یه سری علائمی هستی که بالاخره از دست دادن بویایی و چشایی هم ممکن از علائم کرونا باشه، ممکن آدم دو هفته بگذره و خودش خوب شده باشه، یعنی علائم بالینیش رفع شده باشه، غیر از این چشایی و بویایی که مونده باشه، اون به هیچ وجه نگران کننده نیست و انشالله ما امیدواریم که
در طول زمان وضعیت بهتر بشه، یعنی چشایی و بویایی برگرده، هرچند ممکنم هست که در بعضی از افراد واقعا موندگار بشه. چون از شروع دائمی این آقای دکتر بیماری موندگار بشه؟ خیلی احتمالش کمه، خیلی احتمالش کمه، ولی چون این بیماری هست که بالاخره بیش از 17 ماه نیست که ما انسان‌ها درگیرش هستیم، بالاخره ممکنه که عوارضی رو به شکل حتی دائمی به عنوان کووید طولانی در ما انسان‌ها جا بذاره بله. و این رو گذشت زمان نشان خواهد داد. یعنی تا زمان لازم نگذشته باشه ما نمیتونیم با این صحبت بکنیم که آیا 2 سال بعد از عفونت گرفتن کرونا روی قلب ما چه تاثیرات طولانی مدتی گذاشته یا نگذاشته، چون بله. هنوز 2 سال نگذشته. بنابراین ما فعلا همیشه یه سوالاتی رو داریم که جوابشون به هیچ وجه مشخص نیست و گذشت زمان اونها رو برای ما مشخص‌تر خواهد کرد. پس این که دوستان نگران باشن که تا پایان عمرشون دیگه چشایی بویاییشون بر نه، نمیگرده، اصلا نگران ثابت نباشن، به هیچ نشده. وجه نگران نباشن، حتی اگر باشه هم انشالله چیز بسیار مهمی نیست. مهم اینه که ما فعلا زنده بمانیم، سعی کنیم این بیماری رو نگیریم. بله. وقتی که میبینیم که واقعا روزانه چند صد نفر از هموطنان عزیزمون رو به خاطر این بیماری از دست میدیم، در حالی که هیچ کدوم از اونا شاید باورشون نمیشد 1 سال پیش، 1 ماه پیش که این بیماری رو به این شکل خواهند گرفت و متاسفانه جان عزیزشون رو از دست خواهند داد. پس همین که ما زنده هستیم و امیدواریم که زنده باشیم و سعی میکنیم که این بیماری رو نگیریم و این بیماری رو به افراد نزدیک خانوادهمون یا به سایر هممیهنان انتقال ندیم، همین جای بسیار بسیار شکرگزاری رو داره. بسیار خوب. در مورد آسیب های چشمی هم دوستان سوال کردن، گفتن که آیا در این بیماری چشم ها بیشتر از سایر نقاط آسیب میبینن؟ والا یعنی حتی بفرمایید. روی دیدشون گفتن تاثیر داره؟ والا من خودم چیز مستقیمی نشنیدم، نمیدونم، اطلاعی ندارم، هرچند که از کرونا بعید نیست که بالاخره ما بعدا بشنویم که یه چنین تاثیراتی رو هم داشته، ولی بیشترین صدماتی که ما تا الان از کرونا دیدیم بیشتر سیستم تنفسی ریه ها بله. هست، بعد سیستم قلبی عروقی، ایجاد لخته و این موارد رو هم بسیار دیدیم، ایجاد سکته قلبی، سکته مغزی رو بالاخره به خاطر ایجاد لخته ها دیدیم، آسیب کلیه رو دیدیم. ممکن هم هست که بله بعدن یا همین الانم هم مشخص شده باشه که روی چشمم اثر میذاره، ولی من اطلاعات دقیق و واضحی از این بابت ندارم. آقای دکتر، بعضی از دوستان ادعا میکنن که از طریق چشمهاشون دچار کرونا شدن. این صحت داره؟ چی عذر میخوام، سوالتون رو از طریق نشنیدم. چشمها آسیب. ببینید، ما به مردم توصیه میکنیم که ماسکشون رو اگر برداشتن، دستهاشون رو به چشمها و به مخاط بینیشون و به دهانشون نزنن. خب بله، بعضی از دوستان صداتون قطع و وصل میشه، من نمیدونم یا اینترنت من ضعیف شده یا چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر، بعضی از افراد آها، ادعا کردند که ما از طریق چشمها کرونا گرفتیم، درسته؟ ممکن هست. بله، ببینین از همون ابتدا گفتن که مواظب باشین دستاتون رو نزنین به مخاطب دهان، بینی و چشم. بله. حتی من یادم در شیراز یا اصفهان یکی از پزشکان متاسفانه جانش رو از دست داد و همه همکارانشون اذعان داشتن که به خوبی ایشون ماسک می زدن، بینی و دهانشون رو به خوبی محافظت می کردن و تنها چیزی که همکاران پزشکشون می گفتن که ممکنه ایشون از طریق چشمشون وارد شده باشه این ویروس. بله. بنابراین ممکنه که از راه دهان، بینی و چشم با زدن دست آلوده هم این بیماری منتقل بشه، ولی اون چیزی که الان عمومیت داره و باعث گسترش شدید و در این حد چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر شده، انتقال از راه تنفسی هست. بله.
آقای دکتر، زدن عینک میتونه موثر باشه، حالا چه عینک های طبی چه عینک هایی که به صورت شیلده؟ بالاخره هر کدوم میزانی از محافظت رو ایجاد میکنن، حداقلش اینه که از پاشش مستقیم بزاق دهان فرد مبتلا یا بله فرد ناقل به صورت چشم میتونه جلوگیری بکنه و این میتونه محافظت کننده باشه. بله بسیار خوب آقای دکتر، صحبت های پایانی شما و توصیه هاتون برای پیشگیری از ابتلا به دلتا کرونا. بله ببینید، توصیه ها همون توصیه های همیشگی هست. این توصیه ها رو همه مردم عزیز کشورمون صدها بار، هزاران بار از مجاری مختلف شنیدند. لازم نیست مردم عزیز خودشون رو بمباران اطلاعاتی بکنن و اطلاعات خیلی خیلی زیادی رو راجع به این موارد به دست بیارن، چون پالایش کردن این اطلاعات خودش توسط هر کسی امکان پذیر نیست. حالا ما پزشک هستیم، شاید ساده تر باشه برای ما فهمیدن این که چه جمله‌ای درست است، چه عبارتی نادرست است. ما میتونیم این رو متوجه بشیم، ولی متاسفانه اکثریت مردم نمیتونن، یعنی این قدرت رو ندارن تشخیص بدن که در یک پاراگرافی که میخونند یا در یک پاراگرافی که میشنوند کدام جملات درست و کدام جملات نادرسته. ممکنه یک فردی از 10 جمله 7 جملهش درست باشه و این 7 جمله رو این فرد شنونده از طریق افراد مورد اعتمادش هم شنیده، ولی اون 3 جمله‌ای که لابلای این 7 جمله قرار داده شده و ممکنه که آسیبزا باشه، ممکنه اینا رو نتونه پالایش بکنه و فکر بکنه که همه این جملات درسته و این ممکنه که واقعا باعث یک آسیب جدی بشه. بنابراین همون کارهای ساده‌ای که قرار هست ما انجام بدیم رو باید انجام بدیم. همچنان باید حتی بعد از تزریق واکسن ماسک رو بزنیم، ماسک درست، بهداشتی و سالم استفاده بکنیم. بله. همچنان لازم هست که ما کمتر در معرض سایر انسان‌ها قرار بگیریم. هر جا، چه افراد خانواده، چه افراد غیر خانواده، چه محل کار، چه نمیدونم شهر، هر جا کمتر در معرض انسان ها قرار بگیریم. فاصله 2 متری رو رعایت کنیم، بهداشت دست رو همچنان باید رعایت بکنیم، سعی کنیم از وسایل عمومی حمل و نقل به هیچ وجه استفاده نکنیم، اینکه مترو بازه، اینکه اتوبوس هست و چون ما میبینیم هست پس حتما آسیبی نمیرسونه چون هست، نه، اصلا به این حرفا توجه نکنیم. حالا شهرداری تهران طرح ترافیک رو همچنان برقرار میکنه، اشکال نداره شما جریمه رو بدین، ولی حتما از وسیله نقلیه شخصیتون استفاده کنین که چون جان شما ارزش بسیار بسیار بیشتری از این داره که مدیران محترم شهرداری متاسفانه به فکر سایر موارد هستن و این آسیب روحی رو برای ما پزشکان و برای شما شهروندان همچنان باز نگه داشتن که نگران این باشن که با وسیله نقلیه شخصی به محل کارشون برن. آقای دکتر، یک از مشکلات مهم مترو متاسفانه. حالا ما نمیخوایم اولین کاری که انجام داد اومد این پارک ملتی که این پشت ما هست رو مثلا دیروز پریروز بس. من واقعا اصلا آدم خندش میگیره، یا پارک ملت در انتقال بیماری کرونا نقش داره یا یک واگن از یک سفر در طی یک روز در مترو؟ اصلا واقعا جالب اینجاست که مثلا پارک لاله تعطیله اما قهوه خونه روبروی پارک لاله بازه. بله بله، البته خب پارک لاله به ظاهر تعطیله، مردم همه توش هستند و همچنان هست. بله، اگر همه چیزمون به همه چیزمون درست در بیاد اون وقت مردم هم بیشتر رعایت میکنن، ولی وقتی میبینن که مترو باز، طرح ترافیک همچنان هست، همه جا همچنان شلوغه، خب مردم میگن که خب آخه چرا از پارک ها تعطیله؟ به قول شما چرا قهوه خونه روبروش کیپ تا کیپ بازه ولی پارک تعطیله؟ خب اون بله. یه فضای از این یه فضای بازه. خب وقتی که این تناقض ها رو میبینن
یه کوچولو هم خسته میشن دیگه، به خصوص که زمان گذشته باشه. بنابراین اولین واکسن در دسترس رو من توصیه میکنم که در سیستم بهداشتی درمانی تزریق بکنن. این بسیار بسیار مهمه و از دولت مردان و وزارت بهداشت و همه اونایی که تصمیم گیر هستن هم این درخواست عمومی رو داریم که واقعا هر روز تأخیر در واکسیناسیون و افزایش میزان واکسیناسیون با خسارات مالی و جانی بسیاری برای همه ما مردم بالاخره پیش روی ما میذاره. هیچ فرقی نمیکنه روزی 100 نفر 200 نفری که از بین ما میرند، ممکنه برادر من، خواهر من، پدر من، هموطن من و همشهری من هست و خسارت اقتصادی که داره. میگم کل واکسیناسیون با 2 میلیارد دلار تموم میشه، 2 میلیارد دلار، در حالی که ما ممکنه که واقعا هر ماه 2 میلیارد دلار داریم ضرر میدیم از بابت تأخیری که در واکسیناسیون داریم. بالاخره اون پاساژ هایی که تعطیل میشن، کسب و کاری که رکود پیدا میکنه، یا همین استرس، همین اضطراب رو ما تبدیل به پول بکنیم، واقعا ارزش این استرس و اضطراب ریالی حساب بکنیم خیلی خیلی بیشتر از اون ارزشی ریالی که میخوایم برای واکسن در زمان مناسب. بله ممکنه که 1 سال بعد ما بگیم آقا دیدین همه واکسینه شدن. خب بله ما هم انتظار داریم 1 سال بعد همه واکسینه شده باشن دیگه، اگه نشن که دیگه باید خیلی خنده داره. ولی موضوع اینه که هر چیزی در زمان خودش ارزشمنده. یعنی 6 ماه تأخیر یعنی نزدیک به 12 میلیارد دلار حداقل ضرر، نزدیک به 1000 نفر نوشته بود. خیلی جالب بود پست نوشته بود که ما واکسینه خواهیم شد و همه دنیا متعجب میشن، اما زیرش یه چیز دیگه نوشته بود، مثلا وقتی دیگه واکسینه میشن همه دنیا متعجب میشن، میگه خب پس یعنی واکسیناسیون همه انجام شده. زیرش نوشته بود و در آن زمان مردم دنیا میگن مگر هنوز کرونا در جهان وجود داره؟ یعنی ما زمانی قرار واکسینه بشه که کرونا کلا ریشه کنه. درسته، ولی البته من فکر نکنم به اون زمان برسه. یعنی ولی که من میگم که حتی 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه هم بسیار مهمه. بله بله بعد این موقع ما مطمئن هستیم که همه ایرانیان واکسینه خواهند شد. موضوع اینه که الان باید وقتی ترکیه 50% نزدیک به 50% نزدیک به 60 میلیون واکسن زده، حالا نگیم درصد، نزدیک به 60 میلیون واکسن زده، خب ما چرا باید مثلا نزدیک به 6 7 میلیون واکسن زده باشیم؟ خب کمه دیگه، جمعیت اونام 80 میلیونه، جمعیت ما هم 80 میلیونه. خانم یا آقای انتظاری، خانم مهناز شیرازی و خیلی دیگه از دوستانمون از صحبت ها و اطلاعات خوب شما تشکر کردن، گفتن وبینار خوبی بود، خدا رو شکر. امیدواریم که بتونیم از طریق همین وبینارها و برنامه‌های مختلف اطلاعات مردم رو بالا ببریم. اما من یکی از جملات ارزشمند شما رو میخوام یه بار دیگه با اجازه خودتون تکرار کنم. درسته که ما باید مراقب باشیم، اما ترس هم نباید به وجود ما غلبه کنه. یعنی ما آگاه باشیم، اما آگاهی بدون ترس، بدون استرس. دقیقاً همین، بله منطقی همین هست. بله متشکرم از شما. انشالله که ما هم همیشه حالشون خوب باشه، حال خانوادهشون خوب. ممنونم از شما آقای دکتر، خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظشون. خدا حافظ. خب خیلی متشکرم از آقای دکتر نیک‌پژوه، علی‌رغم همه گرفتاری هایی که داشتن دعوت ما رو پذیرفتن. امیدوارم از ماسک استفاده کنید، اونم نگه دونه دوتا، از وسایل نقلیه عمومی کمتر استفاده کنید یا ترجیحاً استفاده نکنید، الکل در کیف و جیبتون داشته باشین، رعایت فاصله فیزیکی هم فراموش نشه. به نظر من حتی در منزل هم رعایت این فاصله لازمه با دیگر اعضای خانواده اگر شما بیرون از منزل کار میکنید، و همچنین شستشوی مرتب دستها. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. به زودی خبر خوش با